درود به همه دوستان و عزیزان. میکنم صدا اوکی هست. بله بسیار عالی، صدا هم درسته. درود بر شما، درود به همه دوستان و عزیزان. امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. خب امروز جمعه 25 خرداد ماه 2583 شاهنشاهی ایرانی در خدمت دوستان هستیم با چند مطلب. یکیشی خیلی مهمه. درود بر شما. ظاهراً در بین اراذل اوباش جمهوری اسلامی برای تیکه پاره کردن ایران، همون چیزی که ما بارها و بارها در موردش صحبت کردیم، دیگه چاره‌ای نیست دیگه دوست عزیز. آخرین صدای ماسمسک ماست دیگه، کارش نمیشه کرد. بنابراین فکر کنم گوشی بزنید بهتره. صدا یکم ضعیفه. اجازه بدید ببینم صدا چقدر ضعیفه. نه دیگه اینا من دارم با این گوشی میشنوم صدا رو دیگه. خب به هر حال یک مطلبی رو که در موردش صحبت کردیم بارها و بارها، و اون هم تجزیه نرم ایران یا همون بحث فدرالیسم ایرانه. خب بعد از این ایران ستیز دوزاری، پانتور که ایران ستیزی به اسم پزشکیان در صدا و سیمای ملی جمهوری اهریمنی اسلامی، یکی دیگه از ایران ستیزان اومده و رسماً داره صحبت ایران فدرال میکنه و قالیبافشون هم که تو مناظره‌ای که دو دوره گذشته داشت با محسن رضایی و رفقاش، با روحانی، قالیباف هم که اونجا صحبت از فدرالیسم برای ایران میکرد. و بنابراین بین این اراذل و اوباشی که جمهوری اسلامی دستچین کرده، همشون به نوعی از برند فدرالیست دارن استفاده میکنن توی صحبتاشون و بعدها هم توی اعمالشون. البته قبح این جریان رو قبلا جمهوری اسلامی خارج از کشور به نام اپوزیسیون قبح این مطلب رو ریخته بود و سالهاست که در مورد فدرالیسم و تجزیه و حق ملیت ها و نمیدونم استقلال و خودمختاری و کوفت و زهرمار در این رسانه ها، در رسانه های معاند، در رسانه های معاند از نگاه جمهوری اهریمنی اسلامی که شعبه های خارج از کشور صدا و سیما هستن، سالهاست در این مورد صحبت شده و صحبت میکنن. اما این که این رو بکشونید به یک بحثی که در صدا و سیمای داخل ایران، که حالا به هر حال یه 10-15 میلیونی شاید بیننده تو سراسر ایران داشته باشه، اونم توی یک همچین سیرکی که راه انداختید به اسم انتصابات، و به جای این که به حل مسائل مردم پرداخته بشه، به کشتارها پرداخته بشه، به محاکمه دزدان پرداخته بشه، به برنامه ها برای ساخت ایران پرداخته بشه و به خیلی چیزهای از این دست که مربوط به سفره مردم میشه، میبینید که دارن تلاش میکنن که هر کدومشون بیان بگن من بیشتر شبیه گورباچوف در داخل شوروی هستم. بریم صحبت این مادر قهوه ایران ستیز دوزاری رو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بشنویم. و چقدر جالب که از سنگ صدا در میاد و از این کمپوزیسیون صدا در نمیاد. عجیبه واقعا. بریم صحبت این مادر قهوه رو با هم بشنویم. دوستان عرض کنم خدمتون، برمیگردیم. خودشون نیستن. یعنی قانون اساسی اون
چارچوب کلی تنظیم روابط قوا و جایگاه حق قوا رو مشخص کرده. قوا سر جای خودشون نیستن. به چه معنا؟ به این معنا که هنوز قانون اساسی به صورت کامل اجرا نشده. یعنی ما در قانون اساسی یک دولت ملی داریم، یک دولت‌های محلی داریم. اصل صد قانون اساسی توجه میده به شوراهای شهر و روستا و مدیریت برگرفته از اون به عنوان دولت‌های محلی و برای اون یک ستونی از خدمات رو شامل حوزه‌های در واقع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، سلامت، حوزه‌های مختلفی رو در بر می‌گیره و رفاهی بیان می‌کنه. کنار اون یک دولت ملی رو در نظر می‌گیره که این دولت ملی اساسش در واقع سیاست‌گذار و هدایتگر، حامی، تسهیلگر، ناظر و عملاً اگر جایی دولت محلی نتوانست مکمله و یک جاهایی هم اساساً کار رو خودش به عهده میگیره، توزیع امنیت یا توزیع موضوعات مختلف، نمیذاره کار مردم زمین بمونه. دولت‌های محلی شکل نگرفته و دولت ملی فربه شده و در چارچوب قانون اساسی نیازمند به یک پالایش، دقت و چابکی و اثرگذاری و بالا بردن ویژگی‌های نخبگی و اشراف بر امور کشور داره. نکته دوم، در سطح ملی هم مجلس یک تقدم شکل‌گیری نسبت به شوراها داره. 20 سال زودتر تشکیل شده و عملاً امروز مجلس علاقمنده که اصل صد قانون اساسی رو بر عهده بگیره و دخالت کنه در حوزه‌های محلی و این سم مهلکه، این سم مهلکه. لذا این تنظیم مختصات این قوا و طبقات شکل گرفته در قانون اساسی نیازمند یک بازبینی جدی است و در جوف اون نیازمند یک تعامله که بتونه این تعامل بهترین نحوی برقرار کنه. ما در مجموعه مدیریت شهری تهران سعی کردیم توی این 33 ماه خب چیزی که این بیپدر مادر ایران ستیز داره میگه همون گام دوم جمهوری اسلامیه و همون جمهوری دوم یا ادامه پروژه اهریمن 57 که بخش اولش شد جمهوری اسلامی، بارها توضیح دادیم در همه این مسائل، و گام دومش جمهوری ایرانی با طعم فدرال یا رسما جمهوری فدرال. و صحبتایی که این ابله داره انجام میده در تلویزیون ملی ایران، دولت‌های محلی، مجلس‌های محلی، پارلمان‌های محلی و یک دولتی در مرکز، همون جریان مشروطه، همون جریان بحث ایالتی ولایتی که با کلاس شده فدرالیسم امروز. و خیلی جالبه، خیلی جالبه، اکثر این اراذل اوباش جمهوری اسلامی از برند فدرالیسم، حالا بعضیا رسما اسم فدرالیسم رو میارن، بعضیا محتواش رو میگن، اسمش رو نمیگن. و این نشان دهنده همون چیزیه که قبلا در موردش صحبت کردیم، توافقی که جمهوری اهریمنی اسلامی با اربابانش در عمان انجام داده و الان هم دارن زمیناش رو آماده میکنن. چه پزشکیان، چه قالیباف، چه این، چه اون یکی مادر قوه، هر کدوم این اراذل اوباش که بشن، برنامه همینه، برنامه جمهوری اسلامی همینه. و خیلی وقت پیش در مورد گورباچوف من صحبت کردم، گورباچوفی که اینها آمریکایی‌ها مخصوصا دنبالش هستن که در ایران یک همچین شخصی رو بتونن علم کنن، و حالا دیدید که یواش یواش داره توی رسانه‌های مختلف هم به نوعی بهش اشاره میشه و در موردش صحبت میشه. اما دوستان، این حقیقت ماجراست و جمهوری اسلامی برای گام دومش، که حالا این گام دوم چند تا اسم داره، هم پوست اندازی میشه، هم تحول خواهی میشه، هر کدوم از اینها یه سری شرایط رو داره که این شرایط باید آماده بشه، ذهن جامعه آماده بشه و در نهایت برسیم به، یعنی ایران رو برسونن به ایران فدرال و بقیه جریان. خب در مورد اظهار نظرهای پزشکیان ایران ستیز هم که در برنامه گذشته توضیح دادم، یکی از دوستان اومده بود زیر یه جایی کامنت نوشته بود که
پس با این حساب شما وقتی دارید بر علیه پزشکیان صحبت میکنید، یعنی برید به قالیباف و دیگران رأی بدید. نه عزیز من، اصلا شرکت در سیرک جمهوری اهریمنی اسلامی خیانت به آب و خاک میهن و کشوره. کل جمهوری اسلامی مردوده. این مسائلی که مطرح میشه، حالا از صحبته این یا صحبته اون عرض لوباش، برای اینه که بهتر متوجه بشیم دارن دنبال چه هدفی میرن. برای اینکه داریم بازی های مافیای جهانی رو براتون میگیم. بعضی ها باید 3 تا سیب بیاری 2 تا گلابی، بگی آقا این 3 تا سیب با این 2 تا گلابی با هم میشن چند تا میوه. حالا اگر این 2 تا از این سیبا رو برداری با هم میشه چند تا میوه، که طرف اون سیب و گلابی رو ببینه تا تازه این دوگولش تکونی بخوره و متوجه بشه که جریان چیه. و الا تمام این صحبتایی که الان دارید از جانوران جمهوری اسلامی میشنوید به عنوان برگ تبلیغات یا کارت برتر تبلیغات، همه اینا رو ما قبلا در رستاخیز سیمرغ انجام دادیم بارها و بارها و گفتیم در موردش، اما امروز هم دارید میبینید. ولی باز هم بعضی ها خیلی بی تفاوت به قول معروف از کنارش رد میشن. یه ویدیوی دیدم یاد محمود احمدی نژاد بی پدر مادر افتادم. و کلن اساسا جمهوری اسلامی از اون باعث و بانیش، یعنی روح الله خمینی، از آورندگان روح الله خمینی مثل بازرگان و دیگر عرازل اوباششون، شریعت مداری و امثال هم که خودشون رو نماینده ملت ایران میدونستن اما به زبان عربی عرعر میکردن. و جالبه، بریم یه 2 دقیقه است اینو با هم نگاه کنیم، اینو با هم نگاه کنیم برمیگردیم. عجب داستانی داریم ما، عجب داستانی داریم ما ملت ایران، خدا وکیلی عجب داستانی داریم. کارشناسان اینا خواهند بود، ولی به هر صورت حضرت علی به عنوان فرمانده کل با یه دیدگاه عمومی و یه جهت و یه تارگت رو داشته باشه، یه تعاریفی رو داشته باشه که تیمی که شما هستن با شما هستن این تیم بتونه تو اون جهت حرکت کنن. شما همه رو واگذار کنید که کارشناسا بعد هر چی گفتن، به نظر میسه که اون یه مقداری اون مسئله گیر میکنه. و یه نکته آخر سوال من، به هر صورت الان 70% از اقتصاد دست یه عده از مدیران و مسئولی داره میچرخه. ببین صحبت سر 70% اقتصاد یک مملکته، یعنی یکی از کلیدی ترین عوامل بدبختی و داغونی و ویران شدن ایران، یعنی 70% اقتصاد در دست اراذل و اوباش علی خامنه ایه. و این سوالی که حالا این گوساله داره میپرسه، این سوال کلیدیه، ولی پاسخو بشنوید. یارو خود چیکارشون کنید؟ یارو خود بدون مردم بینا این دافی امان الله به تشویر منزل، به تشویر خارج، برای اینا چه نقشه‌ای دارید؟ که اینا راحت نیروهای زیاد بازدارنده نشن، خود اینا مانع این کار نشن، ترتون چیه برای اینا؟ فمن از زمین من کذب علی الله و کذب به صدق از جهان علیه سفی جهنم مثلا للکافرین. آخه مادر فلان فلان شده یه حرومزاده تو تلویزیون ایران، تو تلویزیون ملی ایران به عنوان نماینده ملت ایران، به عنوان کاندید ریاست جمهوری ملت ایران، یارو یه همچین سوالی داره ازت میپرسه، میری کس و شعرهای نهج البلاغه رو عرعر میکنی. بابا تو عربستان که مهد اسلامه، برید مناظره های بن سلمان و دار و دستش رو برید نگاه کنید، به زبان انگلیسی صحبت، حتی به زبان عربی عرعر نمی کنه، به زبان انگلیسی میگه که دنیا متوجه حرفش بشه. بعد این اولاغ ها ادعای ایرانی بودن هم میکنن، عین خمینی، عین محمود احمدی نژاد. یارو بهش میگه هاواریو، میگه السلام علیکم و رحمت الله فلان و فلان. یا اون گوساله ابراهیم رئیسی و این نبود رفته بود پیش امام علی رحمانوف، اون داره از زبان پارسی صحبت میکنه، میگه من تو سازمان ملل هم وقتی میرم به زبان پارسی صحبت میکنم. اینم میگه الحمدلله الحمدلله الحمدلله. حالا یارو یک همچین سوال کلیدی پرسیده،
آقا با این 70% که اقتصاد 70% اقتصاد ایران دستشه چیکار میخوای بکنی؟ یعنی با دار و دسته علی خامنه ای چیکار میخوای بکنی؟ با سپاه قدس و سپاه پاسداران و اراذل و اوباش چیکار میخوای بکنی؟ پاسخش رو یه بار بشنوید. زارنده نشن، خود اینا مانع این کار نشن. ترتون چیه برای اینا؟ فمن از زمان من کذب علی الله و کذب به صدق از جا علیه سفی جهنم مسمن الکافرین. آخه هر اون زده تو داری برای مردم عراق صحبت میکنی؟ برای مردم ایران؟ برای مردم کجا داری صحبت میکنی؟ برای مردم کجا داری صحبت میکنی؟ لبنان، فلسطین، یمن، تونس، مراکش، الجزیره، کجا؟ الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. این اویدنس در مدیریت هم هست، اویدنس بیس دیسیژن میکینگ، یعنی بر اساس شواهد تصمیم گرفتنه، بر اساس شواهد پالیسی اجرا کردنه. اگه اون شواهد کسی بیاره اون خب نصفشو که عربی برغور کرد، نصفشو که عربی برغور کیا یارو مثلا کارشناسه، مثلا کارشناسه اون بخشی که عربی گفت که اصلا نمیفهمی چی داره میگه، همینجوری داره نگاهش میکنه. نصفش عربی برغور کرد، نصفش هم انگلیسی برغور کرد. حالا به قسمت فارسیش که میرسه به یارو میگه حالا بقیهش تو بگو. عجب داسته. نگاه کنی کی شواهد بیاره؟ صاحب فرایند داره. من نمیتونم بیام در این روش بگم این شب من میخوام این کارو بکنم. اگر شما من بگم شما بپذیرید، هم من خیانت میکنم هم شما یا هر کسی که. عجب داستانیه. عجب داستانیه. به کی خیانت میکنی؟ اگر بیای بگی من با این تیمی یا با این گروهی که 70% اقتصاد ایران دستشه و داره چپاول میکنه و دزدی میکنه، طبق یک برنامه، طبق یک شرایط برخورد میکنم، مجبورشون میکنم مالیات بدن، مجبورشون میکنم بیان حساب کتاب پس بدن، مجبورشون میکنم درآمدهاشون بیاد وارد صندوق خزانه مملکت بشه و و و و خیلی چیزهای دیگه، من اگر بگم چه کار میکنم خیانت میکنم. به کی خیانت میکنی؟ به علی خامنه ای، به مشتبه خامنه ای، به سپاه قدس، به سپاه تروریستی پاسداران. بقیش بوش بپذیرن، باید بپذیرین این رو. اون کارشناسایی که این کارن بسپارین، این کارشناسه بشینن، اون شواهد هم تازه اون کارشناس هم نمیتونه تنها بگه. خب گوساله، اون کارشناس که یه گوساله یه مثل خودت، اون کارشناس که یه گوساله یه مثل اونایی که بغل دستت نشستن، کارشناس های میهم پرسته کار درست که راهی به جایی پیدا نمی کنن. مثل خارج از کشور توی این اپوزیسیون آدم های درست حسابی که توی این رسانه ها و این جریان مریان ها که نیستن، که آدم هایی وارد این جریان ها میشن که مهره بازی باشن، روشون سرمایه گذاری شده. کسانی در داخل ایران میشن کارشناس، میشن وزیر، میشن نماینده، میشن دست خر در سیستم جمهوری اسلامی، که یک دست به دستمالشون خوب باشه و دو تا اینجای دستشون تو خون ملت ایران آغشته باشه. آدم حسابی که نیستن، که آدم حسابی ها رو که همه رو پردادید رفت، بخششون ها خونه نشین کردید. ای برداشت. حالا این کارشناسه که داره میگه، یه ویدیو از حسن روحانی اومده بیرون، همین کارشناسا رو که این الان داره میگه، میگه این کارشناسا میومدن میگفتن اگر دلار رو بکنی 4200 تومن ایران گلستان میشه، از 3200 تومن اگر بکنی 4200 تومن ایران گلستان. میگه ما کردیمش 4200 تومن، دیدیم بدتر شد، الان که شده 7000 تومن. اون زمان داره میگه خب پس چرا ایران گلستان نشد؟ این کارشناسا کیان؟ دلالان خون در ایران هم. دلالان خون، بخششون لباس پوشیدن در داخل ایران شدن کارشناس، بخششون هم فرستاده شدن در خارج شدن اپوزیسیون. بریم بقیهش روش کنیم. بگم این شواهد دنیاست، این مستنداته، این هم تجربه یه های بین المللیه. ما اگه این کار بکنیم یه اتفاقی میفته، روش داره. حضرت علیه السلام در همون خطبهش که میگه گردن رو گرو میذارن، میگه این من سرحت لحول ابر، اما بین یده من المسئولات حجزت خود تقوا هم تقهماش. آقا این چه علاقه ای داره از مال علی بره بالا؟ این چه علاقه ای داره از مال علی بره بالا؟ عجیبا
کدوم علی رو میگه؟ همون علی که توی یه روز 80 تا گردن. آخه عرب تازی پاپتی راهزن دزد قاتلی که دخترش رو به گفته خودشون، دختر 9 سالش رو شوهر میده و بعد میان میزنن تو پهلوش، تخم نمیکنه، تخم نمیکنه با اون کسی که زده تو پهلوی دخترش حرفی بزنه، اون میشه ملاک مملکت داری برای کشور ایران. یارو داره میگه با اینا چیکار میکنی با این دزدا؟ میگه حضرت علی در نهج البلاغه فلان گور رو خورد. خب خورد به تو چه؟ خدا ایران رو نجات بده. شبهات. اگر کسی جریان ها رو، سیر ها رو، روند هایی رو که برای حل مشکلات و جنگ ها و اقتصاد و هر چی که میگید بداند، خوابش بوده اگر تقوا داشته باشد، یعنی ابزار تصمیم گیری درست داشته باشد، این تقوا نمیذاره راه غلط انتخاب کنه. بقیهشو شما بگید. ببخش بقیهشو شما بگید. همین گوساله ها، همین گوساله رو که دارید میبینید، سال 2016 در طویله شورای اسلامی این جریان فراکسیون ترک زبانهای آذربایجان رو پیاده کرد و خودش هم شد رئیسش. و حالا جالبه، شما وقتی این صحبت های این اراذل لوباش جمعیان رو میشنوی، انگار مملکت، کشور دست براندازها بوده، دست پادشاهی خواهان بوده، دست یک آدمایی بوده که از کره مریخ و فلان و فلان اومدن کشور ایران رو غارت کردن، حالا اینها اومدن این کشور رو نجات بدن. خب هارون زاده، تو که از 45 سال عمر کثیفت در جمهوری اسلامی، 47 سالش مسئول بودی، هم نماینده بودی، هم نایب رئیس بودی، هم دست خر طلایی بودی، همه چی بودید، هم استاندار بودی، هم معاون استاندار بودی، هم شهردار بودی. خب دیگه اون 40 خورده سال چه غلطی کردید؟ چیکار کردید؟ خودتون اول خودتون شروع کنید. شما اگر بیل زن بودید توی این 45 سال یه بیل میزدید لاقل به نفع ملت ایران دیگه. حالا باز همون یکی که اول ویدیو براتون نشون دادم، از میگم چقدر اصلا این داستان ها، من نبودم سال 57، چون من متولد 59 هم، ولی خب ویدیو ها رو میشنویم، صحبت های خمینی و امثال هم رو میشنویم، آب و برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، مردم رو به یه جایی رسوندن که یکی از دوستترین دوزدان جمهوری اسلامی، همین به اسم زاکونی که دخترش هم در سوئیس امپراتوری داره برای خودش، اومده در تلویزیون ملی ایران نشسته و میگه من میخوام گوشت رو بیارم در خونه هاتون. خمینی ارباب یه بار نفت آورد سر سفره مردم و اون نفت مردم رو خفه کرده تا امروز. حالا رسیدیم دوباره به صحبت خمینی، حالا ما میخواییم گوشت رو بیاریم در خونه های مردم. نگاه کن، مثلا تو میادین خودمون گوشت رو داریم نصف قیمت میدیم، 19,000 تومان داریم میدیم گوشت در واقع گوسفندی بسیار مطلوب و رام رو داریم، ولی تو بازار ممکنه 650 700 750 تو بازار آزاد باشه. ما خب این رو داریم روزی 120 تن داریم توزیع میکنیم و داریم افزایش میدیم. یک کسی میتونه بیاد صف پایسه بگیره و بعد هم روزی 1,000,000 کاسب باشه بده بیرون بده. نگاه کن، نگاه کن مردم رو چی فرض میکنن. اما این شده یک شغل برای بعضی ها. اما الان با شرایطی که در مبزارهای موبایلی هستش و با امکانی که وجود داره، قدر و سهم نیاز مردم رو درم منزلشون میخوان تحمیل بدیم. مشکلتون حل شد مردم، دیگه گوشتم میارم براتون دم در خونه هاتون تحویل میدن. عجب داستانی داریم. بقیهشون هم همین گوهانا، بقیهشون هم همین هم. فکر نکنیم مثلا توی اینا یه دونه آدم درست حسابی پیدا میشه. به هیچ عنوان،
به هیچ عنوان. همشون یه مش کثافت، یه مش ایران ستیز. اما در کل صحبتی که من دارم اینه که بدونیم، ببین یه کسی که ملت ایران رو قبول نداره، افتخارش اینه که از بچگی به بچه‌هاش گفته شما فارسی حق ندارید حرف بزنید، ترکی باید حرف بزنید، کسی که ملت ایران رو به عنوان یک ملت ترک و کرد و لور و عرب و فلان قبول نداره، ملت کرد رو قبول داره، ملت ترک رو قبول داره، ملت لور رو قبول داره. حالا این آدم وقتی گندش در میاد، میاد اینجوری صحبت میکنه و هشتگ تمامیت ارضی رو میزنه، مثل عبدالله معتدی و دارو دستشن دیگه. اینا چیزی به نام ایران رو قبول ندارن، یعنی ایران جعلیه، ما ملت آذربایجانیم، ما ملت کردستانیم، ما ملت الاهوازیم، ما ملت بلوچستانیم، ما ملت گیلکیم، و یک نقشه استعماری اومده، دست استعماری اومده همه ما رو استعمار کرده و اسمشو گذاشته ایران. اینا اینو میگن دیگه. حالا که گندش در میاد ببین چی میگه. شما وقتی این صحبت رو گوش میکنی، یه رو اسکلی هست تو 22 بهمن این برام بر جمهوری اسلامی میارش دلغکه که میگه اونا کار دشمن آمریکا و اسرائیلیش غلطی نمیتونن بکنه. همینه، نگاه کنید، نگاه کنید. عجب داستان. بذار بیارمش براتون. الان با اون داستان 26 خرداد هم خواهم رسید دوست. هم صحبت کردم و اعلام کردم که تشنج کردم تو ممت تفرقه را انداختن. من حتی بعد از اینکه صحبت تو صدا و سیما انجام دادم، فرداش دیدم که رسانه های خارجی دارن سوء استفاده میکنن. همونجا من تابه اعلامیه نده بودم، نامه ندارم. هم صحبت کردم و اعلام کردم که تشنج کردم تو ممت تفرقه را انداختن و اسلحه به دست گرفتن، نیروی انتظامی رو زدن. نمیدونم آخه حرومزاده بی پدر و مادر ایران ستیز، چه کسی نیروی انتظامی رو با اسلحه زد؟ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، لباس شخصی های جمهوری اسلامی، مردمی که اومدن توی خیابون حقشون رو فریاد زدن، اعتراض کردن، با دست خالی اومدن. شما این مردم رو اختشاش، کارشون رو اختشاش، محکوم و باز محکوم میکنید که نیروی انتظامی رو با گلوله این مردم زدن. نیروی انتظامی هم گل گرفته بود دستش، اینجوری میگه مردم بیاید از من گل بگیرید، و تو ایران ستیز نمیدونی جریان چیه. این همونیه که میگفتن برای تبلیغاتش، میگفتن این آمد و از مهسا حمایت کرد در تلویزیون. یادتونه؟ همین برید تو توییتر نگاه کنید، کلاشمال ها، دقت کنید، اکانت های توییتری کلاشمال، اسیمال، مسیمال، عبدالیمال، شیرین عبادیمال، گلشیفت فراهانیمال، همه اینها تغییر اسم. برید نگاه کنید اکانتاشونو، اکانت ها رو تغییر اسم دادن، همشون شدن ستادهای انتخاباتی جمهوری اسلامی. دیروز دیشب بر پریشب براتون گذاشتم رامین پرهام که یکی از بزرگان اراذل اوباش ارتجاع نوین سرخ و سیاه، یعنی این شاخه امیرحسین اعتمادی و داره دستشه، در آیت الله بی بی سی رسما اعلام کرد، گفت بله و ما باید بریم در انتخابات شرکت کنیم و از پزشکیان هم حمایت کنیم. همون حرف قدرت الله همایون یادتون هست؟ مشروطه چی هم دیگه؟ جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی. شما اون اسلامیه رو اگه اینجوری بلندش کنید، مشروطه رو زیرش میبینید. مشروطه یعنی همین. زاکانی مگه نیومد تو تلویزیون؟ همین الان گذاشتم براتون بحث ایالتی ولایتی، دولت‌های محلی، خودگردانی، کوفت زهرمار. مشروطه است دیگه، مشروطه است. یه مأموریت دیگه مشروطه چیا در خارج؟ فریب ملت ایران و انحراف در مسیر انقلاب مردم ایرانه که دارید میبینید. حالا نگاه کنید این اسکلوی بار. چی میگن؟ مسیری که اونا دارن پمپاژ میکنن حرکت میکنیم، مملکت ما رو تیکه تیکه خواهی کرد. کردستان. خب کیا پمپاژ میکنن؟ همونایی که میگن ملت کرد، ملت ترک، ملت دست خر، ملت فلان.
اونان که دارن مملکت رو تیکه پاره میکنن. کی؟ همین آقای پزشکیان، همین جمهوری اسلامی، همین زاکانی، همین نوکران جمهوری اسلامی، یعنی عبدالله معتدی، مصطفی هجری و بقیه عرض لوباش. شماهایی که دارید ایران رو تیکه پاره میکنید، شما که نائب رئیس طویله شورای اسلامی، نماینده طویله شورای اسلامی هستی و سپاه پاسداران در همون تبریزی که شما نمایندش هستی، وقتی بازی بین دوتا تیم انجام میشه، 60 تا پرچم 15 متری ترکیه رو میبرن توی استادیوم و شروع میکنن، از همون استادیوم شروع میکنن به همیهنان کرد ما توهین کردن و توی نمایندش ازش حمایت میکنی. پس کی داره این کار رو انجام میده؟ سناریوی اهریمن 57، ماهیت و موجودیت اهریمن 57، یعنی خود مادر قهوت. حالا نگاه کنید یه بار دیگه ببینید، اینا دارن میگن کیا میخوان مملکت رو خراب کنن، تیکه پاره کنن. میکنن حرکت بکنیم، مملکت ما رو تیکه تیکه خواهند کرد. کردستان برای خودش، آذربایجان برای خودش، خوزستان برای خودش برد. یعنی اینا دلش مهم هم اونه که خارجش هستن در فکر تمامیت عظیم، اونا از وجود قدرتی در خاورمیانه بیمناکن، اونا که دنبال آزادی در این مملکت نیستن. اگر اینه بعد... یعنی شما یه توی صحبتای این عرازل و باش جمعی هم یه جملهی که اصول گرامر درش رعایت شده باشه پیدا نمی کنید. نه فعلش سر جاشه، نه فاعلش سر جاشه، نه سوژهش سر جاشه، نه نمیدونم فعل حرف ربطش سر. هیچیش. برو تو مناظرهاش بری نگاه کنید. حالا مافیای جهانی از آدم درست حسابی که استفاده نمی کنه برای بازیاش، مافیای آدم های ابله، دوزاری، در پیتی، در به داغونه، یا رو حالا میگن دکتره، میگن دکتره جراح قلب. والا این قیافه داره به همه چی میخوره بجز به جراح. احتمال 1353 درصد دکتراش رو از دانشگاه میبودی گرفته، یا همون دانشگاهی که احمدی نژاد دکتراشو گرفته، یا همون دانشگاهی که ابراهیمی رئیسی دکتراشو گرفته. آقای دو پ دکتری، دکتر قلبی، آقا برو کارتو انجام بده. آخه دکتر قلبو چه به رئیس جمهوری، دکتر قلبو چه به رئیس جمهوری، چه به نماینده مردم بودن. به هر حال جمهوری اسلامی دوستان در صدد طبق توافقاتی که انجام دادن دنبال تجزیه نرم یا فدرال کردن ایرانه. اسمش دولت محلیه، پارلمان محلیه، خودگردانیه، یا یه چیزی تو همین مایه ها، هر چیزی که میخوان صداش کنن. ذاتش ایران ستیز، یعنی ذاتش نابود کردن تمامیت ارضی ایران. و وقتی شما در رسانه جمهوریه، در رسانه ملی یک کشور میای این صحبت ها رو مطرح میکنی، اینها به تدریج میره تو بطن جامعه، میره تو ذهن مردم. و همونجوری که در یک صحبت دیگه ای داره میگه که بعد ما در خوزستان داره آب ما رو میده، برق ما رو میده، گاز ما رو میده، چه نمنه دیرسن ها عده، چرا خوزستانی ها فلان ندارن. آقای بی پدر مادر، از کی داری میپرسی چرا خوزستان هوا نداره، چرا خوزستان آب نداره، چرا با خوزستان نمیرسن؟ تو خودت نماینده اون طبیله ای، تو خودت نایب رئیس اون طبیله ای که داره تصمیم میگیره برای خوزستان، تو خودت همه کارت بخشی از همه کاری این مملکت بودی، چرا هیچ غلطی نکردی برای خوزستان؟ چرا خوزستان بعد از اون جنگ 8 ساله‌ای که شما و اربابتون به ملت ایران تحمیل کردید، چرا خوزستان رو بهش نرسیدید؟ چرا بودجه خوزستان رو خوردید؟ چرا حورالعظیم رو خوش کردید؟ چرا کارون رو خوش کردید؟ شماها کردید دیگه، مردم کوچه بازار که نکردن که، شماها بودید در سیستم اداری اون جمهوری اهریمنی اسلامی و قانونگذاری جمهوری اهریمنی اسلامی، شماها بودید که رانت و رانت بازی این بلا رو به سر این کشور آوردید. میخوام بهتون بگم پرت کردن ذهن جامعه از دغدغه اصلیش امروز که فقر، فساد، گرونی سرسام‌آور و فحشا در بطن خانواده ها
و خیلی چیزهای از این دست هسته رو جمهوری اسلامی داره بازی رو به گونه ای بازی میکنه که این رو بیاره این بحث تجزیه و فدرال کردن ایران رو به صورت عامیانه و عادی برای مردم ایران جا بندازه. شما از اپوزیسیون صدایی شنیدید؟ کسی اعتراضی کرده؟ نه، حمایت هم میکنن. اپوزیسیونی که خودش نماینده جمهوری اسلامی و شاخه خارج از کشور اهریمن 57 و دنبال تجزیه ایرانه استقبال هم میکنه، تبلیغ هم میکنه. شما فکر می‌کنید این اکانتایی که توی توییتر و اینستاگرام و این برابر با اسمای عجق و عجق هستن، شما فکر می‌کنید کیان؟ اینا همین اپوزیسیونن، همینا. اینترنت خوب فلان، همه چی مطلبم آماده، همه برید مطلبم نگاه کنید، همه یه مطلبه، یه مفهومه، فقط کلمه‌ها رو جابجا کردم. ایران در اشغال سال 57 در دو شاخه برون کشور و درون کشور گرفتار این اهریمنه. من در مورد این بازی که راه انداخته بودن ارتجاع نوین سرخ و سیاه چند وقت پیش یه ویدیو کوتاه گذاشتم، اعلامیه داده بودن که بیاید روز 26 خرداد پرچمای شیر خورشید تاجدار، شیر خورشیدتون رو بگیرید، ولی عکس تاجدار رو گذاشته بودن و بیاید توی خیابون‌ها و ویدیو بگیرید بفرستید برای ما و همین صفحات مشکوک اطلاعات جمهوری اسلامی، کمپین بازگشت و نمیدونم هنگام با شاهزاده و این صفحات مربوط به جمهوری اسلامی و یه سری کانال‌های دیگه. آره بیاید این کارو بکنید، ما 26 فلان فلان فلان. حالا همون تو اون ویدیو من اعلام کردم، گفتم این تبلیغ حتی اگر رو برگه پادشاه رفت، برید اون ویدیو رو نگاه کنید، برید اون ویدیو رو، چون من بازی این حرومزاده رو میشناسم، من میدونم با چه موجوداتی طرفیم. من وقتی میام اینجا هرس میخورم، داد میزنم، میگم رو اون برگه حواستون باشه، اینا حواستون باشه، اینها از این صفحات استفاده میکنن برای بردن سیاست خودشون به جلو. یادتونه در اون ویدیو چند 5-6 دقیقه ای؟ امروز هم همین الان استوریش کردم قبل از لایف، گفتم حتی اگر این تبلیغ رفت رو برگه پادشاه، بچه های ارتش سری در داخل ایران به هیچ عنوان وارد این بازی نمیشید، به هیچ عنوان. خارج از کشور هر کی دلش میخواد بره بره، خارج از کشور درود بانو، من براتون تو مسنجرتون یه پیام گذاشته بودم حتما ببینید، خارج از ایران هر کی دلش میخواد بره بره، اونایی که پرچم شیر خورشید تاجدار دارید حتما شیر خورشید تاجدارتون رو ببرید. داخل ایران به هیچ عنوان وارد بازی 26 خرداد نمیشید دوستان. هدف خارج از کشور نیست، هدف شناسایی بچه های داخل ایران. اینو من بارها و بارها گفتم، در اون ویدیو 5 دقیقه گفتم، امروزم که این پست رفت رو برگه پادشاه باز استوری کردم و الان باز توی برنامه دارم میگم خارج از کشور اگر کسی میتونه بره برید، دمتونم گرم، شیر خورشید تاجدارتونم ببرید، برید. نوری علا اعتبار میگیره، فواد پاشایی اعتبار میگیره، حجت کلاش اعتبار میگیره، عرض کنم خدمتتون که سعید بشیرتاج اعتبار میگیره، دریا صفایی اعتبار میگیره، این عرض لوباش اینان دیگه، برید نگاه کنید متوجه میشید. برید یه حالی به اینا بدید، یه اعتباری به اینا بدید اگه دوست دارید. اما داخل ایران بچه های ارتش سری نه برای نه اصلا عکس میگیرید، اصلا ما تعطیل، ما کاری انجام نمیدیم. ارتش سری فعلا هیچ نوع کار تبلیغاتی رو انجام نمیده. چرا؟ دلیل داره. از سال گذشته تا به امروز ما دو تا نوروز سفره‌های هفت سین رو مزین به پرچم شیر خورشید تاجدار کردیم. مگه نکردید؟ مگه خودتون نکردید بچه ارتش سری که بعدن این ویدیو رو میشنوید؟ همه این کمپوزیسیون همشون بایکوتتون کردن، هیچ کی پخشتون نکرد، هیچ کی هیچ کجا ازتون هیچی نگفت، هیچ کی تاییدتون نکرد. 5000 تا پرچم شیر خورشید تاجدار رو ما در داخل ایران برافراشته کردیم و داریم و داریم، همه بایکوت کردن. حالا چی شد؟ خواب نما شدید؟ یه دفعه به دقایق آخر بازی که رسیده
بپریم جلو پرچم شیر خورشید رو بگیم، هر کی اومد که میگیریمش، ویدیوهاشو میگیریم، صفحاتش رو شناسایی میکنیم، بعدش هم خودمون رو مالک این حرکت میکنیم. دو تا نوروز داشتید، چهارم آبان، دو تا چهار آبان داشتیم، دو تا هفته آبان داشتیم، دو تا نه آبان داشتیم، دو تا یه دونه 24 اسفند داشتیم. مگه نیومدید توی خیابون؟ مگه شیرینی بخش نکردید؟ مگه پرچما رو نیوردید بیرون؟ مگه جاوید چا نگفتید؟ مگه ویدیوها رو نفرستادید؟ چرا هیچکی اینا رو، چرا همه اینا رو بایکوت کردن؟ دلیلش رو متوجه شدید یا نه؟ حالا چی شده که همه اومدن پرچم شیر خورشید و روی تبلیغاتشون تاجدار رو میذارن؟ چرا؟ گفتم سیستم امنیتی جمهوری اسلامی، من اینو چند تا لایف همون تو بهمن ما گفتم، سیستم امنیتی جمهوری اسلامی که رید دست به دامن موساد و سیستم اطلاعات سوئیس شده، سیستم اطلاعات امنیت سوئیس، موساد، سیستم امنیت سوئیس و تهش هم جمهوری اهریمنی اسلامی، حتی به اونها هیچی نمیرسه، دست به کار شدن همشون، دیدن نمیتونن از ارتش سری دست سر در بیارن. اینی که دارم بهتون میگم عین حقیقت دوستان، عین حقیقته. بچه های ارتش سری اونایی که در جریان هستن میدونن، جمهوری اسلامی و میدونه این رو، و اربابش هر اتفاقی رو رقم بزنه این پرچم وارد خیابون بشه بازی به هم میریزه. کسی کون پزشکیان نمیذاره، کسی کونه نمیدونم زاکانی نمیذاره، حرف ها چیو جمع کن داستان تو. بنابراین یکی از اهدافی که چون شما وقتی داخل ایران باشی میخوای عکس بگیری، من پرچم دارم میخوام از این پرچم حالا عکس بگیرم، خب اینو باید به یه چیزی بفرستم. برای کی باید بفرستم؟ برای این کانالایی که دارن تبلیغ میکنن دیگه. همون با یه چیزی که میخوام بفرستم، یعنی این اکانت منه، منم عضو ارتش سربی هم، اینم پرچم شیر خورشید تاج دارم، تمام کارت. چرا من جلیز و پلیز میکنم میگم بچه های ارتش سری نه لایک نه استوری نه کامنت هیچی، فقط بیاید ببینید برید، چون میدونم بازی رو. دوستان خیلی وقت پیش این صحبت رو که یادتونه گفتم این تبلیغ رو برگه پادشاه هم میره، حتی اگر رو برگه پادشاه را بچه های داخل ایران وارد بازی نشید. آخه تو نمیفهمی جریانت چیه، آخه با هم بجنگی چیه، آخه شروور تو داری چی میگی تو ابله؟ دارم بهت میگم داخل و خارج جمهوری اسلامی یکیه، اپوزیسیون و جمهوری اسلامی جفتشون یکیان، با کی بجنگیم ما؟ عجیبه واقعا برای بعضیا. یادتون الان مثال زدم گفتم سه تا سیب باید بری دو تا گلابی، حقیقتا برای بعضی ها باید سه تا سیب بری دو تا گلابی، بگی آقا این سه تا سیبه، یک دو سیب و این دو تا گلابی، حالا این دو تا چند تا میشن؟ اگه دو تاشونو برداریم چند تا میشن؟ با هم بجنگید بچهای ارتش سری. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان و به هیچ، دوستانی که میتونید این یه تیکر رو کات کنید، حتما دوباره روی برگاهاتون بذارید همین یه تیکه رو، فراخوانی که داده شده بچهای ارتش سری در داخل ایران به هیچ عنوان وارد این بازی نمیشید. این بازی بازی ما نیست، زمینش دست ما نیست، قواعدش رو ما ننوشتیم. یادتون باشه زمینش دست جمهوری اسلامیه، قواعدش هم اطلاعات جمهوری اسلامی مینویسه. داخل رو میگم ها، خارج از کشور هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه بره بکنه، اصلا 2000 تا پرچم تاجدار ببر تو خیابون دمت هم گرم، خارج از کشور. داخل هیچ کس هیچ کاری فردا 26 خرداد نه خواهد کرد، نه برای کسی عکس میفرستید، نه ویدیو میفرستید، نه حرکتی انجام میدید. زوم شدن روی ارتش سری حواستون باشه دوستان، زوم شدن روی ارتش سری حواستون باشه دوستان. من همه تلاشمو کردم امنیت بچه ها سیف بشه، همه تلاشمو کردم و بیشترم میکنم، اما همکاری بچه ها یادتون نره خیلی مهمه. مثل سری گذشته دو سه سری بود دوتا از بچه ها گاف دادن،
امیدوارم که خوشبختانه تا امروز کسی گاف نداده، امیدوارم از این به بعد هم کسی گاف نده. یادتون باشه شما نیروهای ارتش سری انسانهایی هستید که سرنوشت ایران رو شما تعیین میکنید. بچه های ارتش سری کاری ندارم به بقیه چی میخوام بگم، بگه هر چی میخواد بگی بگه. قدرتمندترین سلاح دست شماست بچه های ارتش سری، قدرتمندترین سلاح دست شماست. بازی رو شما تعیین میکنید، برنده این بازی شمایید. اجازه ندید بر اساس احساسات. حالا این تبلیغ اومد رو برگه پادشاه، من برم برای یک حرکتی فلان کنم، خودت رو و ارتش سری رو بهش آسیب بزنی. سیف بمونید، سری بمونید برای روزش، چون خیلی ها دنبال اینن که یه جوری این پرچم‌ها رو داخل ایران جمع کنن. اما اهورامزدای ایران صاحب اون پرچم، پشت اون پرچم هست. ولی باز من وظیفه خودم میدونم بگم که دوستان حواسشون باشه، نه برای کسی اصلا عکس نیاز نیست بگیرید، هیچی، تموم، فعلا هیچ کاری نمی کنیم تا به روزش. خیلی از همه دوستان سپاسگزارم. بچه های نور شاهی، شاهین عزیز، باور نمی کنی شاید من دیگه روم نمیشه حقیقت بگم، باور کنید یه سری کارهایی که داره حالا ارتش سری انجام میده، یه سری خانواده ها تحت حمایت نور شاهی بودن و هنوز هم هستن، یه سری کارا باید انجام بشه. ولی من البته بگم اینو دیگه، بچه های ارتش سری در داخلم بدونید، من توی لایو الان دارم اینو میگم، پشت پرده هم اینو بهتون گفتم، الان توی لایو هم دارم میگم، خواسته هایی که شما دارید فعلا قابل اجرا نیست دوستان، چون بچه های نور شاهی به هر دلیلی فعلا نیستن. حالا یا حس میکنن بیفایده است، یا حس میکنن که چرا آخه هزینه کنم من از جیبم، من چرا بدم، من دادم، یا ممکنه هزار تا داستان دیگه پشتش باشه. ولی حقیقت اینه که وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم، بیا رو راجع به نیازهایی که توی ارتش سری هست، من همونی که بعضی موقعا بهتون میگم و حقیقتا نیست، الان جلوی لایف هم دارم میگم نیست، چون نور شاهی عملا از کار افتاده، کار نمیکنه، یعنی کسی نیست. و به جز 76 فرانک و 88 سنت فکر میکنم ده روز گذشته فکر میکنم 76 فرانک. من میدونی که از علی دروغ نیست، همه رسیداشون هم اینجاست، یه بار نشونتون دادم، یه بار دیگه هم میارم نشونتون میدم و بارها هم در موردش صحبت خواهم کرد در آینده. ولی حقیقت اینه که دوستان، بچه های نور شاهی، شما یه سری حرکات های رو انجام دادی، یه کارهایی رو کردید، یه قولایی رو دادید، ما روی این حرفا، روی این کارها حساب کردیم. وقتی حساب کردیم به تبع یه سری کارا رو در داخل به دست گرفتیم، یه سری کارا رو انجام دادیم، یه سری تعهدها رو دادیم، یه سری کارا رو به بچه‌ها دادیم و خب اون تعهدها همه سر جاشه، اما این ور نورشایی سر جاش نیست. و وقتی پیام میاد یا با دوستی صحبت میکنم خیلی از مسائل رو میگن، من واقعا شرمنده اون دوستان بارها و بارها شدم، از جمله همین امروز پیام یکی از بچه ها رو که اصلا دو روز باز نکردم. دلیلش هم اینه که خب نیست، چی بگم، من زنگ بزنم به خانم ایکس، به آقای گریگ بگم آقا بیا جون مادرت بیا کمک کنید، نه دیگه نمیکنم این کارو، دیگه نمیکنم، یعنی اصلا دیگه وقت این کارا رو دیگه اصلا باور کنید ندارم. بنابراین اگر کسی دوست داشت اون رو شاید کمک کنه، 545 تا پرچم شیر خورشید تاجدار داریم، جالب ها، 100 تا پرچم رو نتونستیم تو خارج از کشور برای دوستان بفرستیم، 100 تا پرچم. شهرام شارلاتان یه روزی پرچم میفروخت دونه 1500 دلار.
سکینه و سمیه و اقدس و زینب و کبرا و منیژه 1000 تاش رو میخریدن. من یادم، من تو ایران بودم، من یادم اینا رو، 1000 تاش رو میخریدم. 100 تا پرچم ارتش سری، پرچم شیر خورشید تاجدار رو بعد از 6 ماه 7 ماه با کلی بدبختی تهیه کردیم خارج، 5000 تا در داخل ایران تولید و پخش کردیم. انقدر فشار به اون نیومد که این 100 تا رو در خارج از کشور گرفتیم برای دوستان و متاسفانه 45-6 رفته، بقیهش مونده. بر روی پرچم شیر خورشید تاجدارم هست، اگر کسی دوست داشت پرچم خواست اعلام کنه، اگر هم دوست داشتید تو نورشایی شرکت کنید، اگر هم دوست نداشتید نداشته باشید، مهم نیست. ما کاری که باید انجام بدیم رو انجام دادیم. آی عراض لوباش اطلاعاتی جمهوری اسلامی، خوب گوش کنید. ارتش سری تخمی رو که باید میکرد زیر خاک کرد، کاری که باید انجام میشد شد، و این در حال جوانه زدنه و شما نمیتونید این تخم‌ها رو از توی شخم‌ها جمع کنید. نمیشه. پخ شده، تموم شده. کمه. اما همین کمش بازی چند تا سیستم امنیتی که ریخته به هم، هیچ، بازی مافیای جهانی رو معطل نگه داشته، نمیدونن چی کار کنن. نه، برای چی بذارم آمازون؟ برای چی بذارم آمازون؟ پرچمه. تاریخ مصرفش که نمیذاره که، خرابم نمیشه. صحبتم چیزی دیگه بود راجع به پرچم دوست عزیز. به هر روی دوستان، امیدوارم که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. سیرک جمهوری اهریمنی اسلامی هم دارید میبینید و مطالبی که مطرح میشه رو جست و گریخته همتون در جریان هستید. سپاس از همه دوستان. پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود دوستان.